سلام توی جلساتی که داشتیم و به خصوص جلسات بعد از مدیت و اینا چندین بار شد که دوستان سوالاتی در مورد کودک درون پرسیدن و حالا به خصوص من دیدم که در بعضی جاها فهم و ادراک نادرستی از کودک درون وجود داره بران شدم که یک مطلب مفصل در اصل میشه گفت یک سری مطلبه که این های اولیاش هست آماده بکنم و کودک درون رو معرفی بکنم مشکلاتش رو بگم و در نهایت هم چطوری میتونیم شفاش بدیم و درمانش کنیم خب کودک درون همونطور که از اسمش پیداست یک شخصیت در دنیای بیرونی و فیزیکی نیست اما از لحاظ روانشناختی نقش بسیار مهمی تو زندگی آدما بخصوص در دوران بلوغ و بزرگسالی داره و تقریبا میشه گفت که کل زندگی بزرگسالی ما رو تحت تاثیرش قرار میده و اون مشکلات و احساساتی که در بزرگسالی باهاش دست و پنجه نرم میکنیم همش ریشش در کودک درون ما هست چیزی که خودمون در دوران کودکی بودیم و جاش گذاشتیم و بزرگ شدیم به اصطلاح کارل گوستاو یونگ و زیگموند فروید از روانشناسان برجسته هستند که تحقیقات مفصلی در این زمینه داشتند به طور خلاصه باید بگم که کودک درون نمایانگر بیگناهی لذت و خوشی لحظه ای یعنی در لحظه داره زندگی میکنه همون لحظه داره لذت میبره هیجان و حیرت بازیگوشی احساسات ظریف و, و, از این دست صفات هست دقیقا یه کودک ببینید چطور زندگی میکنه ببینید چقدر سرخوشه یه لحظه داره گریه میکنه یه لحظه بعد داره میخنده دقیقا در لحظه داره زندگی میکنه کاری با آینده و گذشتش نداره خب مشکل کجاست؟ مشکل در عدم و قطع ارتباط با کودک درون هست به خصوص زمانی که ما فکر میکنیم داریم بزرگ میشیم و دیگه این کودک درون جایی نداره اون موقع که بهش نمی درون خودمون کودکیم و, و چون کودکیم داریم بزرگ میشیم پس دیگه کودکه تموم شده دیگه در صورتی که از لحاظ روانشناسی وجود داره و جاش کجاست؟ ناخداگاه فروید معتقده که مخربترین الگوهای رفتاری و مشکلات ذهنی و روانی در آدم ها مربوط به کودک درونشون میشه خیلی سریح بیان میکنه که عدم فهم آگاهانه کودک درون ما رو به سمت مشکلاتی در احساسات، رفتارها و روابطمون سوق میده. در اصل همه این مشکلات به دلیل قطع ارتباط آگاهانه با کودک درون رخ میده این عدم وجود ارتباط با کودک درون باعث میشه تا ما در مرحله توسعه روانیمون گیر بیافتیم و دچار مشکل بشیم به عبارت دیگه ما به صورت بیولوژیکی یا فیزیکی بزرگ میشیم رشد میکنیم اما جنبه روانی و ذهنی ما با همون روند رشد فیزیکی رشد نمیکنه و در اصل از بود فیزیکی عقب میمونه جالب این که این بود از وجود ما و از دیدگاه جامعه تحریم شده است و پیامی که جامعه به مردمش القا میکنه چیزی کاملا متضاد با اصلی هست که باید باشه همه ما بدون شک این جمله رو شنیدیم و برای فرزندانمون هم کم و بیش استفاده کردیم بزرگ شو اینقدر حساس نباش او چه زودم بهش بر میخوره تو دیگه بچه نیستی تو دیگه بزرگ شدی خجالت بکش این بچه بازی ها چیه؟ عین بچه ها میمونه و آخر متاسفانه بیگناهی و معصومیت حساس بودن به رفتار دیگران سرخوشی و شاداب بودن اینا از صفاتی نیست که در این جوامع ارزش داشته باشن و آدما برای اینکه جایی در جامعه پیدا بکنن و به اصطلاح تکرار میکنن بزرگ بشن هرچه چه سریعتر باید از این صفات فاصله بگیرن در اصل این رفتار ناخداگاه جمعی جامعه پیامی داره به ما منتقل میکنه و اون پیام اینه تو باید احساساتت رو پنهان کنی و بزرگ بشی این یعنی بزرگ شدن یعنی مخفی کردن تمام احساسات یا بهتر بگم دفن کردن احساسات وقتی این طرز فکر رو باور رو میشکافیم به این تعریف میرسیم که تو باید کودک درونت رو نفی کنی رها کنی و حتی بکشی